سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو هفتمین قسمت از برنامه سیمولیشنه که آخرین قسمت هم هست اگه اشتباه نکنم. در خدمت دوست عزیزمون هستیم بدون معطلی، بدون زیق وقت. زیق وقت؟ بریم که وقت رو بکشیم، بریم که در خدمتشون باشیم. یه سلام علیکی میخواد شما داشته باشید. سلام به تمام بینندگان عزیز و همینطور شما میلاد جان، خیلی خوش اومدید. این برنامه دیگه برنامه آخره و بله. در مورد چی هستش یه توضیح بدید. والا این برنامه نسبت به برنامه دیگه خیلی مهمتره، چون تکمیل کننده برنامه دیگه است. این برنامه موضوعش در مورد تغذیه است. مطابق روال برنامه های قبلی خواهم با چند تا سوال شروع کنیم که ببینیم اصلا قضیه حول چه محوری میشه. من وقتی که به شما میگم تغذیه، شما یاد چی میفتید؟ 100% غذا که میگی ما یاد شکم و یاد خوراکی و این چیزا میفتیم. آره خب بحثمون به اونجا هم کشیده خواهد شد، ولی بیشتر منظور ما تغذیه یعنی جامعه است، هم خوراک بدن جسم هم خوراک ذهن. وقتی که میگیم غذا، ما بیشتر میریم سراغ غذای جسم. ما تو برنامه پنجم رسانه ها بودن و وقتی برنامه ششم رو ضبط کردیم با همون سیمولیشن و غذای روح و جسم و احساسات بود. حالا تو این برنامه میخوایم راجع به یعنی تکمیلش کنیم، بیشتر راجع به غذای ذهن صحبت کنیم. یعنی میخوایم بگیم که رسانه ها غذای ذهنه، بعد اون غذای احساسات هم غذای روحه، غذای جسم هم که همون غذایی که دیگه. حالا جامع ترین بحث رو تو این هفت جلسه این بحث آخر جامعه است، یعنی تمام هفت جلسه رو این قضیه پوشش میده، چون کاملا به هم مرتبطه. ببین ما وقتی که صحبت غذا میکنیم ناخودآگاه میریم سراغ غذای جسم، ولی آیا ما تو برنامه قبلی نگفتیم که ناخودآگاه ساخته سیستمه؟ ببین همه چیز توی چارچوبیه که به ما دارن آموزش میدن. حالا بریم سراغ بحث اصلیمون. ما وقتی که بگیم غذا، خب به طب کلی تعریف ها میتونیم ازش داشته باشیم، یعنی تعریف های زیادی داره، غذای جسم، غذای روح، غذای فلان، اینا همش هست. حالا من میخوام یه سوال ازت بپرسم، اینکه شما بین غذاها مثلا فست فود میخوری یا مثلا غذای خونگی میخوری، یا اینکه دوست داری بری رستوران غذا بخوری یا خودت غذا رو درست کنی بخوری؟ ببین این چیزی که خودت انتخاب میکنی، یعنی باید خودت کاملا انتخاب کنی که چه کار میخوای بکنی. ببینید ما از بچگی به ما گفته بودن که آقا شیر خیلی خوبه، سرشار از کلسیم، هر روز باید شیر بخوری. حتی تو مدارس میان صبح به صبح بچه‌هایی که دارن یعنی تعریف کنم دوره ابتدایی باشه، اول دوم باشه، که هر روز باید بهشون شیر رایگان میدادن. اصلا همچنان هم توی تمام مدارس دنیا این اتفاق داره میفته. خب ولی خب متاسفانه یه مش یعنی دروغ به متعبیل دادن. بهشون شیر فقط شیر نیست که کلسیم داره، اونقدر هم سرشار از کلسیم نیست. ببینید ما 50% مردم، حالا من آمار دقیق ندارم ولی میدونم اکثریت وقتی که شیر رو مصرف میکنن معده‌شون ناسازگاره، اذیتشون میکنه، مشکل داره، خیلی آلرژی پیدا میکنن بهش. اصلا بعد از یه مدت مصرفش، حالا مثلا طرف آلرژی هم نداره ولی یه مدت که مصرف میکنه باز به اون آلرژی دوچار میشه. خب پس این نشون میده که این تبلیغات دروغ بوده، تبلیغات غلط بوده. خب محققا همیشه میان یه سری چیزا رو به چالش میکشونن، ولی کلا همه چی رو زیر سوال میبرن، سوال میبرن که بخوان به منطقی ترین راه دست پیدا کنن و محققان بابت قضیه شیر هم این کار انجام دادن. حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه ثابت کردن که آقا شیر اونقدی هم که تبلیغات داریم که کلسیم نداره. شما تو سبزیجات هم میتونین کلسیم رو به دست بیاریم، یا حتی مثلا میگن که هویج چشم رو قوی میکنه. خب شما هویج بخوری چشم خیلی خوب میشه، 10-10 میشه مثلا بخوری بچه رو بخوری، چشم تیز میشه. خب درسته این ویتامین A داره، یعنی ویتامین A داره، ولی خب اونقدر تاثیر نداره که دارن راجبش تبلیغات میکنن. خب این بحث تبلیغاتی میشه خوراک ذهن.
شما میری جلو هی تبلیغات دروغ میومن خوراکی شما میدن که شما اون جسم مصرف کنی بری متریالیست بشی که بیای تو چرخه ای که اونا میخوان وارد سیستم بشی سیستم پیش بری دیگه سیستم چرخه به پیشرفتش کمک کنی دقیقا این باید نگهت دارن یعنی نمیذارن که شما حتی خلاف جهت آبو فکر کنی بهش که بخوای شنا کنی خورا که رسانه میاد چکار میکنیم اوش دروغ به شما تعبیر میکنیم مثل اخبار مثل تبلیغات این هم همون بخشی از اون تبلیغات هست خوراک جسم هم همین جوری مثلا میگن آقا گوشت نخورید یا یه سری هم میگن گوشت بخورید یه روز محققا میگن چای سرطان‌زا یه روز محققا میگن چای خوبه یه روز میگن نیم ساعت قبل از غذا بخور یه روز میگن نیم ساعت بعد از غذا یه روز میگن آهن رو میشوره یه روز میگن بخور ببینید اصلا هر روز یه داست یعنی شما خدا رو شکر توی سوشال مدیا یه چیزی که سرچ میکنی هم هزار تا خوبش میاد هم هزار تا بدش میاد مثلا بدا رو که نگاه میکنی میزنه همه سرطان‌زا خوبا رو که نگاه میکنی میزنه ضد سرطان خب منطقش یعنی مثلا یکی میگه قهوه کم مصرف کنید نمیدونم قهوه آلزایمر میگیری قهوه بخوری بیداری بیش از حد قلبت مشکل پیدا میکنه ببین خب کافئین کلا همینه ضربان قلب میبره بالا باعث میشه که شما انرژی زیادی داشته باشی بعد خب شب بیدار میمونی دیگه خب من خودم وقتی قهوه میخورم خوابم میگیره خب اصلا تبدیل درست نیستش مثلا منطق نداره بدن با بدن هم حتی فرق میکنه اصلا شما نمیشه باید مثلا همه مفیده متوجه هستی؟ اصلا نمیشه گفت واسه همه مفیده به خاطر همین من میگم که همین تو نمیشه گفت واسه همه بده واسه همه واسه همه ضرر داره ما اینجا نمیخوایم بگیم که آقا شیر نخوری ما نمیخوایم بگیم که هویج نخوری ما کلا داریم یه راهی نشون میدیم دیگه ببینید شرکتی که مثلا شیر رو داره تولید میکنه ببینیم ریشه شو پیدا کنیم ببینیم آیا این تبلیغاتی که برای شیر میشه از چه سالی شروع شده خب اون کسی که این تبلیغات رو ساخته مثلا کارش چی بوده شغلش چی بوده ریاست جمهوری بوده رئیس جمهور بوده طرف بازیگر بوده یا مثلا محقق بوده مثلا پزشک بوده نگاه میکنی میگی نه این طرف یکی از بزرگترین دامدارای دنیاست بخاطر اینکه محصولش رو بفروشه داره که همچین تبلیغی داده میسازن دو تا پزشک میاره تو برنامهش میشونه یا من رفتم به شما گفتم شما راجع به این قضیه تحقیق یعنی صحبت کنید مثلا ما تحقیق کردیم خیلی مفید مثل اون تبلیغ لبنیات الان میگن صبحونه اصلی ترین وعده غذایی خب ما تو اون برنامه هم بهش اشاره کرده بودیم تو لطفه کنم برنامه متریالیسم بهش اشاره کردیم میگه آه شما اگه صبحونه نخورید کل وعده های غذایی که داشتید پوچ میشید آه چه معنی داره؟ او یه نفر بیه لیوان آب میخوره صبحش هم شروع میکنه خیلی هم خالی شروع میکنه مشکلی هم واسه آب میوه لیوان آب پرتقال میخوره آب پرتقال طبیعی میگیره میخوره نمونه چیز دیگه مثلا طرف میگه آقا سیگار سرطان‌زاست مثلا سیگار بکشی زودتر میمیری یا مثلا 80 سال سیگار کشیده تو 100 سالگی مرده دقیقاً اصلا اینا نیستش بدن با بدن فرق میکنه اصلا مربوط نمیشه واسه یه سری اشخاص خاص ببینید طرف میگه آقا من با سیگار ریه‌ام داغون میشه خب مثلا یکی هستش روزانه 3 تا پاکت سیگار میکشه یکی از مثلا روزی 2 تا پاکت سیگار میکشه ولی ورزشش میکنه کارش میکنه بدنش هم سلامت حالا آدم هست ورزش هم نمیکنه بدنش سلامت‌تر از اونیه که ورزش میکنه اصلا معلوم نیستش ببینید چون بدنا با هم متفاوته معیار واحدی نداریم برای چیزی با ببینید ما حالا طبق روال برنامه قبلی ما تو این برنامه میخوام یه فیلمی معرفی کنیم فیلمو معرفی نکردیم خیلی ممنون میخوام فیلمو معرفی کنیم اسم این فیلم هستش که تایرون رو شبیه سازی کردن فکر میکنم حالا امسال هم هستش آره. این فیلم جدیده محصول نتفلیکس هم هست که فیلم قشنگی که راجع به این خوراک ذهن و خوراک اوناست خیلی خوبه که ببینیم این فیلم ها از اسمش هم معلومه دیگه موضوع چیه آره تایرون رو اسپویل نمی‌کنیم ولی خب اسپویل نمیشه ولی خب میشه ببینید من نمیخوام تو این برنامه بگم که من میخوام شما رو از ماتریکس خارج کنم بعد بیام یه دستم که قرص آبی بذارم توی دستم یه قرص قرمز بذارم بگم انتخاب کن من فقط میخوام یه نوری رو تو اون تاریکی که شما هستید یه چراغ قوه‌ای بندازی روشن بشه اون اتاق مسیر رو ببینید نترسید مثلا اون چیزی که گوشه اتاق هست ترساگی نیست وقتی که روشن میکنی میبینی که چوب لباسیته آره بعضا اتفاق میفته چون یعنی چیه آره خب ماها انسان ها جوری طراحی شدن
آفریده نشدن به نظر من. جوری سیستمش رو طراحی شده تا چیزیو که نمیبینن و ازش اطلاعاتی ندارن میترسن ازش. بله ترسناک به نظر ترسناک میرسه به نظر مثلا حالا ایشالله تو برنامه های بعد به خیلی چیزا اشاره بکنیم. حالا بریم جلوتر بریم چه اتفاقی ادامه داره این برنامه. ولی خب سیمولیشن آخرین برنامه‌شه که در خدمتتون هستیم. در اصل یه بستری میشه این برای اتفاقات بعدی که قراره رخ بده. ببین میلاد جان برگردیم به سوال اصلی برنامه. شما ترجیح میدی که فست فود بخوری یا غذای خانگی بخوری؟ یا ترجیح میدی که بری رستوران غذا بخوری یا غذایی که خودت درست میکنی بخوری؟ خیلی فرق داره با هم. یعنی شما حق انتخاب داری. خب؟ حالا شما فرض کنید شما یه غذای مسموم جلوت میذارن. شما اون غذا رو میخوری. مسموم میشی. بی ادبی نمیکنن. بعد مجبور میشی اون غذا رو برگردونی. خب؟ این همون خوراک ذهن هم همین شکلیه. چرا ما یه چیزی رو بهمون آموزش بدن یا به قول معروف بقبولونن که ما اونو بخوریم از لحاظ ذهنی بعد نتونیم حذفش کنیم بخوایم بالا بیاریم که مجبور بشیم بالا بیاریم پس انتخاب درست باید بکنیم. همیشه ما کلیم هفته برنامه رو ساختیم. حالا ایشالله که بینندگان خوششون اومده باشه. امیدوارم موضوع اصلی ما خودمون بتونیم رسونده باشیم. من نمیدونم چقدر تونستیم برسونیم موضوع رو به بینندگان. ولی خب جالب اینجاست که ما باید خودمون انتخاب کنیم راه درست رو. این دست به کار بشیم. غذا درست کنیم خودمون واسه خودمون. یعنی که فست فودی بخوریم. دقیقا. یه استعاره است در از که آفره. چیزهایی که حاضره به خوردمون بدن همونو بخوریم قبول کنیم. شما وقتی میری بیرون رستوران غذا میخوری که خودت درست نکردی که. اصلا نمیدونی متریال اون گوشت. آیا گوشت گوسفنده؟ گوشت گاوه؟ ببخشید گوشت خره. شما یه مزه‌ای هست از گوشت تو ذهنت و همون مزه رو میده. اصلا یه گوشت آزمایشگاهیه. خب ولی وقتی خودت میری تهیه میکنی میاری خونه میپزی میخوری هم لذتش برات بیشتره. همین که میدونی چی داری میخوری فاسد نیست. حتی از صفر مثل گوسفند به خودت بگیری ببین اصلا خودت بیا اصلا پرورشش بده بعد بیارش نمیدونم پرورش گوسفندم چی خورده بکشش بعد تغذیهش ما هر کاری میکنی خودت داری انجام میدی میشه ارگانیک دیگه. ما تو بعضی تغذیه الان چند وقته که هست شما میبینید که مثلا یه چیز میوه رو میگم این ارگانیکی گرونتر یا این یکی مثلا من که نبودم ببینم این کجا ساخته شده چه جوری تهیه شده که بفهمم مثلا ارگانیک واقعا که گرونتره یا فقط یه اسمه. از نظر ما پس همش فرق داره با هم. دقیقا همین مزرعه شاید اصلا فرق نمی‌کنه با هم. خیلی عالی. خواهش می‌کنم. دیگه اگه سخنی صحبتی دوستانم که بینندگان این برنامه رو ببینن و تفکر کنن و حتی برن حالا اگر ما نتونستیم منظورمون رو برسونیم برنامه های قبلی رو برن نگاه کنن از اول یه دور ببینن بعد اینا رو کنار هم بچینن ببینن چقدر زنجیروار به هم وصله و این آخرین برنامه رو نگاه کنن و ببینن که کل اون برنامه ها رو پوشش میده یه خورده راحت تر میتونن درک کنن موضوعی که داریم. ولی خب متاسفانه خیلی از موضوعات نمیشه گفت. بازم میگم دیگه این یه بستری بود. بستریه. برای اینکه یه پایه ریزی بکنی مثل مثلا یه بتون ریزی میکنن. ببخشید. مثلا یه پیو میکنن بتون ریزی میکنن که اونجا صاف بشه تا بشه روش ساخت. این در اصل اون آره آماده میکنیم. آره این پایه ریزی هست. یه پایه ریزی کردیم. به قول مهندسا میگن یه بتون میک ریختیم که سازمون اونا صافه و ایشالله تو برنامه های بعدی آماده است که بسازیم روش برنامه هایی که حالا سیمولیشن پس برنامه دیگه ای هم هست حد است. بله من این نویدو به تمام بینندگان میدم که ما در کنار تیممون قراره یه سری برنامه های جدیدتر و موضوعات جالبتری رو پیگیری کنیم باید ببریم جامعه خود. خیلی هم عالی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه این برنامه. اگه صحبتی نمونده سخنی نمونده نه دیگه صحبتی نیست. منم امیدوارم که همه خوش اومده باشه. به امید خدا. مراقبت کنید از خودتون. کامنت یادتون نره. لایک یادتون نره. بفرستید واسه دوستاتون.
اگه سابسکرایب نکردی کانال رو همین الان سابسکرایب کنید و اینکه مراقبت کنید از خودتون دیگه. خداحافظ. شما هم خدا نگهدار تا برنامه دیگه. مراقبت کنید از خودتون. سیمولیشن تموم شد. منتظر برنامه های جدید باشید. خداحافظ تا برنامه بعدی. کات.